کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. ادیان بزرگ جهان. سرگذشت نخستین دوران پنج آیین بزرگ جهانی: آیین زرتشت، بودا، آیین یهود، مسیح و اسلام. تألیف هاشم رضی. به اندکی نگذشت که مسیحیت آیین رسمی روم و مستعمرات آن گشت. اختلاف عقاید، فرقه‌سازی‌ها و مناقشات مذهبی هرچند تا این سال وجود داشت، لیکن از این پس علنی و شدید شد. مذاهب و فلسفه‌های فراوانی که در سراسر امپراتوری روم وجود داشتند و تا آن زمان در مسیحیت تأثیراتی نهاده بودند، از این هنگام بنابر مقتضای زمان به تلفیق و ترکیب بیشتری پرداختند و این امر سبب پیدایش فرق فراوان مسیحیت را فراهم کرد. بیش از 7 قرن از پیدایش این آیین نمی‌گذشت که همه مرزها و حدود را شکسته و گمان می‌رفت که به زودی آیین جهانی خواهد گشت. اما در همین هنگام آیین اسلام در گوشه‌ای از عربستان پیدایی یافت و با سرعتی شگفت و سرسام‌آور نفوذ و توسعه پیدا کرد، به طوری که به زودی شماره نفوس آن به شماره نفوس مسیحیان رسید و در همان سده اول و دوم به اوج خود دست انداخت. اما پیش از آن که به این آیین جدید بپردازیم، در این واپسین گفتگو از مراسم و آداب و عبادات مسیحیان نیز بحثی بایستی انجام گیرد. مبنای عقیده مسیحیان در الهیات و خداشناسی بر پایه تثلیث اقدسی قرار داشت، به این معنی که معتقد بودند وجود خدا در 3 نفر رسوخ دارد که به ترتیب عبارت بودند از خدای پدر یا خداوند آفریننده، خدای پسر یا عیسی و خدای روح القدس. تثلیث نه صورت اولیه خداشناسی و الهیات مسیحی است و نه شکل نهایی آن. بر اثر تأثیرات خارجی این عقیده پیدا شد و بعد به وسیله کسانی از حکمای مسیحی مورد انتقاد قرار گرفت و اختلافات و انشعابات بسیاری در کلیسا بر مبنای آن فراهم شد. اما به هر حال هنوز بسیاری از مسیحیان به اقانیم ثلاثه معتقدند. در این تثلیث عیسی اقنوم دوم است که در مریم باکر حلول کرده و به صورت عیسی زاده شده و پس از چندی به آسمان صعود کرده است. البته تثلیث را بایستی اقتباسی از مصریان، بابلیان، یونانیان و هندوها دانست که عیسویان آن را به این شکل درآوردند. 1. کلیسا در طول تاریخ تا قرون میانه شعائری همگانی به وجود آورد که تقریباً پذیرش عام پیدا کرد و جزء امور مقدسه و آداب حتمی الاجرای مسیحیان درآمد. در رأس شعائر هفتگانه مراسم عشای ربانی قرار داشت. مراسم عشای ربانی عبارت از خوردن نان و شراب است به عنوان جسم و خون مسیح. عیسی در آخرین شامی که با شاگردان خود خورد، مطابق روایت انجیل متا در باب 26 چنین عمل کرد: نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پیاله را گرفته شکر نموده به دیشان داده و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید
که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. از آن پس پیروان به یاد وی این مراسم را برپا می کردند و چون نان و شراب را طی مراسمی صرف می کردند، به طور مرموزی میان خود و خداوند اتحاد و یگانگی می یافتند. در میان مسیحیان اولیه عشای ربانی هر روز یک شنبه صرف می شد و در همین هنگام رسم آگاپه یا بزم محبت نیز که بدان اشاره شد اجرا می گشت و چون موجب فساد جنسی می شد کم کم موقوف گشت. 2. تعمید نیز اهمیتی بسیار داشت و پله اول رستگاری و دخول در ملکوت و ایمان به شمار می رفت. عیسی خود از یحیای تعمید دهنده تعمید یافت و به این رسم دستور داد. در آیه 19 از باب 28 انجیل متی، هنگامی که پس از مرگ به رسولان تظاهر می کند می گوید: پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. تمام نو ایمانان هنگامی مسیحی می شدند که تعمید یافته بودند. پس از مراسمی چند و اعتراف به گناهان، کشیش آدابی به جای می آورد و لازم بود تا شخصی که تعمید می گیرد زیر آب فرو رود. اما کم کم تنها به این اکتفا شد که 3 بار چند قطر آب به روی سر ریخته شود. داستان بسیار جذاب ولتر به نام ساده دل برای طنز و هزل این مراسم نوشته شده است. بعدها درباره تعمید اطفال و مسائلی وابسته به آن اختلافاتی در کلیسا رخ داد و قوانینی بسیار وضع گشت. 3. مراسم ورود طفل به کلیسا که به موجب آن هر طفلی پس از رسیدن به مقام و مرحله تمییز و هنگامی که می توانست اصول اعتقادات را درک نماید وارد کلیسا شده و فردی مسئول شناخته می شد. 4. اعتراف به گناه. هر مسیحی مؤمنی در صورت ارتکاب گناه لازم بود تا نزد کشیش و شنونده اعتراف گناهان و خطایای خود را بازگوید و این رسم میان کاتولیکا مرسوم است، نه پروتستان ها. 5. اعتقاد به سلسله مراتب روحانیان از پاپ اعظم تا درجات پایین مرتبه که هر مسیحی مؤمن بایستی به این سلسله مراتب معتقد بوده و ایمان داشته باشد. 6. ازدواج که مراسم آن بایستی با آداب و شرایط ویژه‌ای توسط کشیش انجام شود. 7. مراسم و تشریفات مرگ که کشیش لازم بود بالای سر مرده انجام داده و محتضر را آماده زندگی بعدی نماید. آیین مسیحیت از اوایل سده 4 به بعد چون از محدودیت به در آمد و رسمی گشت، به زودی از صورت و شکل اولیه‌اش خارج شد. چون قدرت یافت، مسیحیان و رؤسای روحانی نیز با قدرت عمل کردند و این قدرت در جهان فجایعی به بار آورد که عواطف انسانیت را جریحه‌دار ساخت. فهرست بخش 5 آیین اسلام. 1. زندگی پیامبر، صفحه 561 تا 571. 2. قرآن، صفحه 571 تا 584. 3 اصل اساسی. الف، توحید نبوت، صفحه 584 تا 594. 4. معاد، ب، بهشت و دوزخ، صفحه 594 تا 603. 5. ماوراء الطبیعه، صفحه 603 تا 612. 6. عبادات، صفحه 612 تا 620. 7. نظام اجتماعی، صفحه 620 تا 632. 8. اخلاق، صفحه 632 تا 641. 9. ادبیات و افسانه ها، صفحه 641 تا 651. 10. وفات پیامبر، صفحه 651 تا 656. 11. پس از پیامبر، صفحه 656 تا 661. 1. زندگی پیامبر، صفحه 561.
به سال 571 میلادی در سرزمین عربستان کودکی زاده شد که بعدها به نام محمد پیامبر بزرگ اسلام نامی و شهره جهان شد. محیطی که وی در آن پا به عرصه وجود گذاشت، محیطی بود تاریک، پر جهل و خرافه، فقیر و با اختلاف طبقاتی فاحش، پر جنگ و جدل و اندیشه ها و افکاری سخت بدوی. سرزمینی بود استثمار شده دو قدرت بزرگ آن زمان، یعنی امپراتوری روم و ایران. سران قبایل بسیارش سرزمین خود را مستعمره دو کشور ایران و روم کرده و برای برآورد احتیاجات و نیازمندی های آن دو کشور به طبقات تولید کننده و مردم زیر دست سخت فشار وارد می آوردند. جنگ های داخلی و برادرکشی های بسیار شیرازه اجتماع انسانیشان را گسسته بود و معتقدات سخیف و سنن کهن و دین بت‌پرستانی آنها جمود فکری و انحطاطشان را جلوه می داد. بردگی بر اثر جنگ های بسیار رواج داشت. اخلاق ارجی دارا نبود و مسائل جنسی و حل آن بسیار بدوی و شرم‌آور بود. مفاخره جویی از ارکان زندگی و شخصیت هر کسی وابسته به اهمیت و میراث پدران و اجدادش و برجستگی و قدرت قبیله او بود و در چنین محیطی بود که چهره ای تابناک جلوه‌گری کرد، فروغ بخشید و دنیایی را روشنی داد. نسبتش به قصی ابن کلاب، سردودمان و بنیانگذار قبیله قریش می رسید. نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه بوده است و صبح روز دوشنبه 12 ربیع الاول مطابق با 29 اوت سال 571 میلادی مقارن با 40 سال سلطنت انوشیروان متولد شد. در همین احوال عبدالله برای تجارت به شام رفت و در بازگشت از آن سفر فوت کرد. در حالی که بیش از چند ماهی از عمرش بر نمی گذشت، مادرش آمنه نیز کودک را به زنی از قبیله بنی سعد به نام حلیمه داد تا دایگیش کند. زن مزبور نیز کودک را به قبیله خودش برد. هنگامی که به 6 سالگی رسید، مادرش نیز بر اثر بیماری، فقدان و هجران شوهر درگذشت. پس عبدالمطلب جدش سرپرستی او را عهده‌دار شد. اما 2 سالی نگذشت که وی نیز بمرد و سرپرستی محمد به ابو طالب، یکی از پسران عبدالمطلب، واگذار شد. در خانه ابو طالب که عموی محمد بود، کار کودک تیمار احشام و اقنام بود و بنابر سنت به طور کلی در خانه عمو که از بزرگان و مشایخ قوم بود به خدمتکاری سرگرم بود. ابو طالب نیز همچون سران و بزرگان قوم به سفرهای تجاری بسیار می رفت و هنگامی که محمد به سن 13 سالگی رسید، در سفری که به شام کرد وی را نیز همراه برد. هرچند ابو طالب عموی او بود، اما از کودک تازه سال همچون بردهی بزرگسال کار می کشید. کارش شبان و روزان تیمار چهارپایان، نگاهداری احشام و خدمت بزرگان قافله بود. در حقیقت پولادی بود که آب دیده می گشت. کارش شاق، سخت و طاقت فرسا بود. این نوع زندگی در ذهن جوان، فعال، عدالتخواه و پرمایه‌اش منشأ اثری شد، چون به آشکارا نکوهیدگی بردگی و روابط ارباب و برده را مشاهده می کرد. از این بیدادگری دلش به درد می آمد و چنان شد که بعدها با تعالیمش زنجیر اسارت بشری را گسست و بردگی را تحریم نمود. اما آنچه که در این سفر و سفرهای بعدی فولاد را بیشتر آب دیده کرد، شبهای کاروان، انجمنها، افسانه ها و گفتگوهایی درباره اساطیر پیشین اعراب، افسانه ها و داستان های غول و پری و جن و افریت بود. در این کاروان بسیاری از یهودیان و به نسبتی نیز از مسیحیان و نصرانی ها پای سفر داشتند و به عقاید، اساطیر، مذهب و افسانه های آنان نیز با ذهن تند و نبوغ ذاتیش آشنایی پیدا کرد و ایروینگ بسیار جالب اثر این سفر را بررسی و شرح کرده است. کارلایل با تحقیقاتی که کرده است معتقد می باشد که محمد در شام با مسیحیان شامی آشنایی حاصل کرده و در اثر مجالست و سخنگویی به بسیاری از اصول عقاید و دیانتشان آگاهی یافته است که در سفرهای بعدی تکمیل و پرمایه شده است. به سن 15 سالگی ناظر جنگی شد سخت میان قبایل عرب، یعنی بین قریش و بنی کنانه. محمد در این جنگ یاور بنی اعمام خود بود و برایشان سلاح و چوب تیر در میدان نبرد می رسانید.
این نیز واقعی بود که ذهن جوان را به خود مشغول می داشت و ملتش را که در یک سرزمین سکنا داشتند و به یک زبان تکلم می نمودند مشاهده کرد که چگونه بر اثر موضوعهای جزئی به هم می تازند و خون هم را می ریزند. چه می شد که آنها متحد و هم پیمان می شدند؟ با سفرهای چندی که محمد انجام داده بود، سیت شهرت، درستکاری، امانت و شرافتش در همه جا پیچیده بود. نوجوانی بود طالب اصلاح زندگانی مردم، تعالی اخلاق، بنیان درست جامعه، تثبیت وضع اقتصاد، رفع ظلم و جور و مفاخره جویی، برافکندن سیستم بردگی و جنگ. اصلاح طلبی بود که وارد جامعه شده بود، جامعه ای که در کمال انحطاط و پرتگاه سقوط قرار داشت. هنگامی که 25 سال بیش نداشت و آوازه امانت و صداقتش در سراسر عربستان پیچیده بود، خدیجه بنت خویلد که او نیز نسبتش پس از 4 پشت به قصی ابن کلاب می رسید و مال فراوانی داشت که بدان تجارت می کرد، به سبب امانت و صداقت محمد رشته کارش را به دو سپرد تا با مالش تجارت کند. پس مالی فراوان به دو داد با غلامی میسر نام که به تجارت شام برود. این سفری بود سرشار از سودهای مادی و بهره‌های معنوی از برای محمد. هنگامی که از سفر بازگشت، خدیجه شیفته او شد و با آنکه 40 سال از عمرش می‌گذشت، با موافقت او با یکدیگر ازدواج کردند. سالهایی بر زندگیشان گذشت و صاحب فرزندانی شدند. 3 تن از آنها در دوران قبل از اسلام فوت شدند و بقیه آنها یعنی ابراهیم، زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه بعد از اسلام وفات یافتند. برجسته ترین که مقام شامخی داشت یعنی فاطمه به عقد علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان درآمد و در جوانی در نهایت اندوه اندکی پس از مرگ پدرش درگذشت. مدت زمانی گذشت یعنی 15 سال و پیامبر که از لحاظ معیشت مرفه شده و جزء یکی از مالداران عربستان درآمده بود فراغتی یافت که به مسائلی که مورد توجهش بودند بیندیشد. پس از آنکه مدتی بسیار در تنهایی به تفکر در کوه پرداخت، مطابق روایات در غاری واقع در کوه حرا چند روزی کاملا به تفکر و مراقبه مشغول شد تا شبی که لیلت القدر نام گرفته، سرانجام شبحی در برابر نظرش جلوه‌گر شد که همانا جبرائیل بود. روشنایی ملکوتی و بانگی رعداسا در کوهستان پیچید که گفت: بخوان یا محمد، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یعنی بخوان به نام پروردگارت که بیافرید، انسان را از خون بسته بیافرید. سوره علق آیه‌های 1 و 2. این بشارتی بود نخستین برای برانگیختگی پیامبری جهانی. طلوع آفتابی بود که روشنی خیره کنندش به شامگاه تمدنی که در خاور زمین رو به انحطاط بود پرتوی پرثمر پاشید. ندایی بود آسمانی که بشارتی برای مردمی فراوان داشت. ندایی بود که از همان آغاز مبتنی بود بر مکارم اخلاقی و انگیزش نیروهای آسمانی. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر و لا تمنن فستکثر و لربک فصبر. به این معنی: ای جام بخیش پیچیده، برخیز و بترسان، پروردگارت را تکبیر گوی و لباس خیش پاکیزه دار و از گناهان دوری کن و منت منه که بیشتر یابی، به خاطر پروردگارت صبور باش. سوره مدثر آیه‌های 1 تا 7. به هر انجام هنگامی که چنین مکاشفه‌ای برایش روی داد، شتابان به خانه شتافت. تأثیر این امر سخت در هیجان و تردیدش درافکنده بود و نیازی داشت تا افکارش را با کسی و ماجرایش را با دوستی در میان نهد و بهترین همدم و دوستش جز خدیجه، همسری وفادار، کسی نبود. گفت: هرگز هیچگاه چنین بت‌پرستی را دشمن و مورد نفرت نداشتم. هیچگاه از کاهنان چنان در بیم نبودم و اینک بیم دارم که از کاهنان به شما رایم. این نفرت و تحذیر و بیم از کاهنان در او همچنان تا پایان عمر وجود داشته و این گفته او در واقع مبارزه با خرافه پرستی و غیبگویی را نشان می‌دهد، تا جایی که حتی مراجعه به کاهن و یا غیبگو و رمال را نشان کفر و اعراض از ایمان می‌شمارد.
من اتا حرافا او کاهنا فصدقه بما یقول و فقد کفر بما انزل علی محمد. هر که نزد غیب گویا کاهن رود و گفته او را راست پندارد، برانچه به محمد نازل شده کافر است. نهج الفصاحه صفحه 610. خدیجه همسر راست پندارش زنگ این شک و دودلی را از آینه دلش برزدود و به وی ثابت کرد که از همچون مرد بارسته و امین و برگزیده‌ای به دور است تا مورد وسوسه شیطانی قرار گیرد، بلکه این نور صفا و راستی و تابش الهی در اوست. پس به اتفاق همسرش به نزد پسر عم خدیجه یعنی ورقت ابن نوفل رفتند که مردی بود کهنسال و روشن ضمیر و مورد وثوق و اعتماد. خدیجه داستان همسرش را باز گفت و پیر روشن رأی گفت: قسم به خدا و جلالش که او پیامبر موعود است و این نشانی است از آغاز رسالتش، و همچنان که موسی مورد وحی قرار گرفت، او نیز دلش محبت خاص و اراده خدایی شود. مدتی بر این گذشت و محمد شوریده دل و سودازده در کوه و صحرا میگشت تا دیگر باره مورد الهام قرار گرفت و فرشته بزرگ او را بشارت به پیامبری داد. این بار محمد آرام و آسوده دل به نزد خدیجه بازگشت. رایش استوار، عزمش محکم و دلش نرم و سبکبار بود. نخست همسرش و بعد تنی چند از روشنگران و اندیشمندان قوم رسالتش را تصدیق و بدو گرویدند. در کوی و برزن به تعلیم و بشارت دیانت نو و تحذیر و تخفیف روش منحط کهن پرداخت. رأس عقاید و تعلیماتش بر وحدتی استوار بود، بی ریب و ریا، و یکتاگراییش در جهان بی نظیر بود. آنگاه درباره رستاخیز و قیامت و بهشت و دوزخ سخن می راند که مورد توجه مردم قرار نمی گرفت و به تمسخرش می پرداختند. اشراف و فرادستان قوم و بزرگان قریش نخست کوشیدند تا نادیده گیرندش، لیکن هنگامی فرا رسید که پیامبر سخت به سنن کهنه، منحط و روش بت‌پرستی و اصنام تاختن و انتقاد پیشه کرد. در این مورد بود که آنانی که سودشان در روش قدیم بود به جنبش آمدند، چون نقض و تکذیب سنن و روایات قدیم و نکوهش پرستش بتان و اصنام به جنبه تجاری دین که آنها از قبل آن سودهای فراوانی می بردند و عواید کعبه را تأمین می کرد، لطمه بزرگ وارد می آورد. شرح و بازآوردن حوادث 10 سالی مکه از حوصله این مقال خارج است و همین قدر می توان گفت که شماره پیروانش همچون زرتشت در سالیانی دراز از چند نفر تجاوز نکرد. نخست همسر پاکبینش خدیجه، آنگاه غلام آزاد کردهش که پیامبر به عنوان فرزندی قبول کرده بود زید، و سپس ابن عمش علی ابن ابی طالب، مرد بزرگ و بیمانند تاریخ اسلام. لیکن با گرایش ابوبکر که نسبت خیشی با وی داشت و از بزرگان بنام عرب بود، موضوع اهمیتی قابل توجه پیدا نمود و انعکاس عظیمی پیدا کرد. قبول دیانت نو از طرف ابوبکر موجب آن شد که تنی چند از بزرگان عرب به او تأسی جویند، از جمله عثمان ابن عفان که مردی بود اموی و از ثروتمندان بنام عرب. لیکن هرچند که این گرایش ها از لحاظ کیفیت وزنی داشت، اما وضع کمیت را جبران نمی کرد. چه بنابر روایات تا سال 4 بعثت بیش از 40 نفر پیرو کیش اسلام نبود که در این جمع بایستی از کودکان و غلامان نیز نام برد. بزرگان قریش مردم را تحریک به آزار و ایزاء محمد می کردند و خود از هر نوع سختگیری درباره او و پیروانش فروگذاری نمی کردند. اما با وجود شخصی چون ابو طالب و خدیجه همسرش که از بزرگان بنام قوم بودند، کارهایشان محدود بود. آنگاه پس از مدتی ابو طالب بزرگترین پشتیبانش درگذشت و اندکی نگذشت که خدیجه نیز وفات یافت. بر اثر این حوادث هرگاهی بیم آن بود تا معاندین جان وی را در معرض خطر قرار داده و پیروانش را قتل عام کنند. پیامبر مدتی کوشید تا خارج از مکه مکانی را جهت دعوت خود برگزیند، اما مساعیش به ثمر نرسید. لیکن ناگهان بارقه امیدی درخشیدن گرفت و به ثمر رسید. در یکی از سالها در مراسم حج، پیامبر را با تنی چند از اهالی یثرب یا مدینه ملاقات و طرح سخن افتاد.
چون آن مردمان درخشش هوش و نبوغ را در وی دیدند و از شهرت او به محمد امین آگاهی یافتند، بران شدند تا او را جهت صلح دو قبیله به نام اوس و خزرج که مدت زمانی بسیار جنگ‌های سختی میانشان برپا بود نامزد کنند. به همین جهت محمد را به بزرگی و پیشوایی پذیرفتند و در سال بعد به هنگام حج بسیاری از اهالی مدینه با او بیعت نمودند. هنگامی که مذاکراتی میان نمایندگانی از اهالی یثرب و محمد انجام می‌شد و پیمانی به عنوان اینکه محمد پیشوایی و ریاست آن مردمان را گردن نهد بسته می‌شد، قریشیان در غفلت بودند. اما بسیار زود از جریان آگاهی یافتند و بران شدند تا پیامبر را به قتل رسانند. محمد از این توطئه آگاهی یافت و هنگامی که توطئه گران به قصد جانش بودند، با ابوبکر در غاری به نام غار سور پنهان شد و از دام مهلکی که برایش نهاده بودند رهایی یافت. آنگاه درخشش دیانتی نوین از شهر یثرب طلوع کرد. همین که اهالی یثرب بدو گرویدند و قدرت و سامانی یافت، نام یثرب را به مدینة النبی تغییر داد. احکام و عبادات و فرائض و محرمات و مناهی اسلامی به زودی گسترش و مورد عمل قرار گرفت. سوی عبادت نخست به جانب بیت المقدس تعیین شد، لیکن وقتی که یهودیان مدینه از در نیرنگ و نافرمانی در آمدند، سوی عبادت به طرف کعبه قرار شد و آن را قبله نامیدند. روزگاری گذشت و کمبود جنگافزار و بعضی لوازم میان مسلمانان مشهود افتاد و در این هنگام بود که کاروانی از مکیان که باری از سلاح از شام به مکه حمل می نمودند مورد تاخت و تازشان قرار گرفت. در جنگی که درگیر شد مسلمانان پیروز شدند و از غنایم جنگی خود را مسلح ساختند. مکیان جهت چاره‌جویی نهایی سپاهی با تجهیزات کامل از 3000 نفر آراستند و به سوی مدینه شتافتند. پیامبر با راهنمایی مردی ایرانی به نام سلمان پارسی در این جنگ با سپاهیان قلیل و کارنا آزموده‌ای که گردش بودند سپاه فراوان مکیان را شکست و منهزم نمود. جهت سرانجامی قطعی به سال 8 از هجرت پیامبر با سپاهی مرکب از 10000 نفر آهنگ مکه کرد. آن شهر پس از اندکی مقاومت گشوده شد و پیامبر از در صلح و صفا با مکیان رفتار کرد و جهت استقرار کیش نوین تمام مظاهر بت‌پرستی را برانداخت و کعبه را به صورت زیارتگاه مسلمین درآورد. دیگر آیین اسلام مکتبی نبود که پیروانی معدود داشته باشد، بلکه دیانتی بود نوین با اصولی عقلی و انسانی که وفادارانش بسیار و نیرومند بودند. پیامبر مبشرانی به اطراف و اکناف عربستان و کشورهای دیگر می‌فرستاد. قبایل عرب کم کم در زیر پرچم کیش اسلام گرد آمدند و حاصل این دیانت اتحادی بود نیرومند که غایت و نهایت آرزوی محمد می بود. به سال 10 از هجرت یعنی سال 632 میلادی ناگهان پیامبر را بیماری عارض شد. هنگام رحلت و وفات بود. پس از مبارزه‌ای پرثمر و هنگامی که دیانت اسلام و اصول عقاید او و تعالیمش مرزهای عربستان را در هم شکسته و در نیمی از جهان رو به گسترش بود، آهنگ رحیل فرا می رسید. به سال واپسین زندگانی هنگام سفر به مکه خطابه ای ایراد کرد انسانی و با شکوه و در آن سفر که به حجت الوداع مشهور است گفت: ایها الناس اسمعوا قولی و اعقله تعلمنا ان كل مسلم اخا للمسلم و ان المسلمون اخوه فلا يحل لامری من اخیه الاما اعطاه عن طیب نفس منه فلا تظلمنا انفسكم. یعنی ای مردم بشنوید، سخن مرا به دل بسپارید و آگاه باشید که هر مسلمان با مسلمانی دیگر برادر است و اکنون این برادری میان شما برقرار شده است. آنچه که عظمت و گسترش اسلام ایجاد نمود به طور کلی پس از مرگ پیامبر رخ داد. هنگامی که آن مرد بزرگ وفات یافت، قوانینی محکم و استوار را بنا نهاده و آنچرا که بایستی تعلیم دهد در قرآن جمع آورده بود. لیکن متاسفانه پس از وی همچون ادیانی دیگر میان مسلمین اختلافهای فراوانی ایجاد شد و به فرقی بسیار با عقاید و اصولی متمایز تقسیم شدند. سادگی و حقانیت تعالیم و روش عقلانی پیامبر بزرگ را به انحطاط و تباهی کشیدند و آنچرا که پیامبر در وحدت قومی و اخوت همکیشان بنیان نهاده و بر سر آن مرارت و رنج بسیاری برده بود به هرز دادند. 2. قرآن
صفحه 571. آیا می توان اسلام را یا آنچه که محمد برای بیان آن برانگیخته شد از کتاب مقدس دیانت اسلام یعنی قرآن فهم کرده و به دست آورد؟ بدون شک باید چنین باشد، اما نخست لازم است تا از قرآن و چگونگی و کیفیت آن آگاهی یابیم. مطابق معمول ادیان بزرگ جهان، قرآن نیز کلام خداوند است که به وسیله وحی به بنده برگزیده و برانگیخته‌اش محمد نازل شده است. درباره کیفیت وحی و توجیه و تعلیل آن سخن بسیار گفته شده است و در این مختصر که هدف شناخت قرآن و تعالیم آن است، ما را با آن کاری نیست. تفصیل وحی را ابن هشام از زبان پیامبر در کتاب خود آورده است و بر قول وی از دیدگاه صحت و امانت محققان اعتماد کردند و نقل قول وی از زبان پیامبر چنین است: در آن حال که خفته بودم، جبرائیل با توماری نوشته از دیبا نزد من شد و گفت بخوان. گفتم خواندن نتوانم، پس مرا فشاری داد که پنداشتم حال مرگ است. آنگاه رهایم کرد و گفت بخوان. گفتم چه بخوانم؟ گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پس بخواندم و به پایان بردم و از نزد من برفت و از خواب برخاستم. گویی این کلمات در قلب من نقش بسته بود. از غار برون شدم و در نیمه راه کوه از آسمان بانگی شنیدم که می گفت ای محمد، تو فرستاده خدایی و من جبرائیلم. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.